سلام، با ما همراه باشید با مشروع خبرهای امروز. من بردیا جلالی هستم. ابتدا سرخط خبرها. حسن روحانی در مصاحبه با CNN هولوکاست را جنایت خواند. واکنش های داخلی و خارجی نسبت به سخنان اوباما و روحانی. 13 گروه جهادی سوری، شورای ائتلاف ملی سوریه را به رسمیت نمی‌شناسیم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در گفتگو با CNN هولوکاست را محکوم کرد. 8 سال پس از زمامداری محمود احمدی نژاد بر قوه مجریه کشور، به نظر می‌رسد رئیس جمهوری تازه ایران قصد دارد با زبان دیگری با دنیا سخن بگوید. رئیس قوه مجریه ایران در حالی در گفتگو با شبکه CNN هولوکاست را یک جنایت بزرگ علیه یهودیان و دیگران دانسته و آن را محکوم کرده که سلف او بارها هولوکاست را انکار کرده بود، انکاری که بیش از هر چیز حلقه روابط را با ایران تنگتر کرد و درهای زیادی را به روی این کشور بست. آقای روحانی در این گفتگو همچنین بار دیگر بر اختیارات خود به عنوان رئیس جمهور تاکید کرده و گفته رئیس جمهوری ایران این اجازه را دارد تا بر اساس منافع ملی با آمریکا مذاکره کند. اما در این سفر فرصت کافی برای هماهنگی دیدار با باراک اوباما وجود نداشته است. I think that the president of Iran has the authority whenever the national interest of the country is involved and when it's necessary. رئیس جمهور ایران این اجازه و اختیار رو دارد تا بر اساس منافع ملی با آمریکا مذاکره کند، اما برای این کار باید فرصت داده شود تا فضای گفتگو در شرایط سیاسی برابر فراهم شود. رهبر جمهوری اسلامی هم تاکید کرده که مذاکرات باید بر اساس منافع کشور باشد. او اخیراً به صورت خاص تاکید کرده که درباره مذاکره با آمریکا خوشبین نیست، اما وقتی صحبت درباره موضوع خاصی است، دولت شاید با آمریکا وارد مذاکره شود. فرصتی که به عنوان مثال امروز فراهم شده، بنابراین شاید مذاکرات انجام شود. مذاکراتی که در آن به طور خاص پرونده هسته ایران و مسائل خاورمیانه مورد بحث قرار گیرد. بنابراین می توانم بگویم که رهبر جمهوری اسلامی به دولت من اجازه داده تا به طور آزادانه و با اختیار تام درباره این مسائل با آمریکا گفتگو کند. Therefore the supreme leader I can tell you has given permission for my government to freely negotiate on these issues. حسن روحانی همچنین عصر دیروز در 68مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل اولین سخنرانی خود را در قامت رئیس جمهوری ایران انجام داد. او گفته که عصر بازی‌های با حاصل جمع صفر به پایان رسیده. روحانی در این سخنرانی که کمتر از نیم ساعت به طول انجامید، هم از سیاست خارجی ایران گفت، هم از شرایط منطقه و هم از پرونده هسته‌ای ایران. او در این سخنرانی که میتوان آن را به مثابه نخستین پرده از رویکرد دولت 11 در قبال جهان و به خصوص غرب دانست، بارها از صلح سخن گفت و اینکه ایران آماده گفتگوهای بدون تأخیر برای شفافیت برنامه‌های هسته‌ای‌اش است. رئیس دولت تازه ایران این کشور را لنگرگاه ثبات منطقه دانست. رئیس جمهوری ایران با اشاره به تحریم‌ها و پرونده هسته‌ای ایران گفت ایران به دنبال راه حل مسائل است و نه تولید مشکلات. او همچنین بر راه حل سیاسی پرونده هسته‌ای ایران تاکید کرد. ایران و دیگر کنشگران باید دو هدف مشترک را به عنوان دو قسمت غیر قابل تفکیک راه حل سیاسی پرونده هستی ایران دنبال نمایند. یک، برنامه هستی ایران و همه کشورهای دیگر می باید تنها در جهت اهداف صلح‌آمیز باشد. من اینجا به صراحت اعلام می کنم که این هدف صرف نظر از مواضع دیگر بازیگران، هدف جمهوری اسلامی ایران بوده و خواهد بود. هدف دوم، یعنی پذیرش اعمال حق غنی‌سازی و سایر حقوق هسته‌ای در خاک ایران، تنها راه تأمین هدف اول است. ایران به دنبال تعامل سازنده بر اساس احترام متقابل
و منافع مشترک با دیگر کشورهاست و در این چارچوب در پی افزایش تنش با ایالات متحده آمریکا نیز نیست. من سخنان امروز پرزیدنت اوباما را با دقت دنبال کردم. در صورت عزم سیاسی رهبران آمریکا و خودداری از دنبال کردن منافع گروه‌های فشار جنگ طلب، می توان به چارچوبی برای مدیریت اختلافات رسید. در هفته گذشته روزنامه‌های واشنگتن پست و گاردین میزبان مقالاتی از حسن روحانی و محمد خاتمی بودند. محور این مقالات تاکید بر فرصت تکرار نشدنی کنونی برای حل و فصل اختلافات ایران و جامعه بین‌المللی و رسیدن به صلح و امنیت پایدار برای ایران، منطقه و جهان بود. فردا نیز روزنامه هرالد تریبیون میزبان مقاله از امیرحسین جهانشاهی، بنیانگذار موج سبز است. آقای جهانشاهی درباره اهمیت پیامی که در این مقاله دولت مردان جمهوری اسلامی را خطاب قرار می‌دهد در تلویزیون رها سخن خواهد گفت. مشروع سخنان بنیانگذار موج سبز فردا شب پس از مشروع اخبار پخش خواهد شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دیروز در سخنرانی خود از آنچه روش معتدلانه دولت جدید ایران دانست استقبال کرد و خواستار از بین رفتن بن‌بست به وجود آمده در مناقشه هسته‌ای ایران شد. او همچنین گفته بود آمریکا به دنبال تغییر رژیم ایران نیست. سخنان رؤسای جمهور ایران و آمریکا چگونه بود؟ بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که باراک اوباما در سخنان دیروز خود با زبان نرمی با ایران سخن گفته، زبانی که در آن نه تهدید بود و نه ارعاب. آیا حسن روحانی در سخنرانی خود پاسخ مناسبی به سخنان رئیس جمهوری آمریکا داده؟ نظر علی کشگر، تحلیلگر و فعال سیاسی را در این باره بشنویم. صحبت‌های آقای روحانی خب تا اندازه‌ای شبیه همون صحبت‌هایی که آقای خاتمی در گذشته در عرصه بین‌المللی می‌کردن بود و فرق می‌کرد طبیعتاً با صحبت‌های آقای احمدی نژاد، اما به اندازه کافی پاسخ رو تونه دنیا رو امیدوار کنه و چهره کاملاً جدیدی از ایران رو به افکار عمومی دنیا معرفی کنه و پاسخی باشه از جمله به صحبت‌های آقای اوباما، به نظر من نه، به اندازه کافی صحبت ایشون قابل قبول نبود. شما ببینید که آقای روحانی مثلا در مورد مسئله هسته‌ای به این اشاره کردن که دنیا به فرمایشات رهبر فرزانه انقلاب اسلامی گوش بکنه و همین مسئله رو حل میکنه. این که اینجوری نیست که، اگه این مسئله به این شکل بود که تا حالا مسائل حل شده بود. مسئله شفافسازی پروژه هسته‌ای ایران بایستی یه جوری آقای روحانی در این مورد پیام بده که برای دنیا قانع کننده باشه. به نظر من به اندازه کافی صحبت های آقای روحانی قانع کننده نبود. از آقای کشگر همچنین پرسیدیم آیا سخنرانی رؤسای جمهور ایران و آمریکا توانسته به انتظاراتی که در هفته‌های اخیر ایجاد شده پاسخ مناسبی بدهد؟ آقای روحانی نماینده مردم ایران بودند و حق بود که همین رو نمایندگی بکنن. ایشون بخش مهمی از صحبتاشون رو گذاشتن در مورد فلسطین. البته طبیعتاً ایشون باید در مورد منطقه هم صحبت بکنن، ولی اینکه بیان راجع به در واقع جنایات اسرائیل در فلسطین مرتبا تکرار بکنن تو صحبتاشون، تکرار همون صحبتای قبل، و اینم باز افکار عمومی رو در دنیا قانع نمیکنه. مردم ایران هم که از ایشون انتظار دیگری داشتن قانع نمیکنه. خب میدونیم که مشکل ایران اینه که نمیتونه اسرائیل رو به رسمیت بشناسه به عنوان یک کشور. رئیس جمهور همچو حقی هم نداره. طبیعتا موضع رسمی جمهوری اسلامی اینه که اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسن و از این نظر با خود سازمان آزادی بخش فلسطین هم فرق دارن و ایشون همین مواضع رو که مواضع قبلی هست به نوعی با یه انشای بهتری خوب خوندن. اینا قانع کننده نیست، نه برای افکار عمومی مردم ایران، نه برای جهان.
محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران امروز در دیدار با جمعی از اعضای فراکسیون خط امام مجلس هشتم گفته که در دوران ریاست جمهوری او مذاکره کردن با آمریکا خیانت محسوب می‌شد و این موضوع تابو بود، اما امروز از موضع اقتدار می‌توان درباره آن سخن گفت. این در حالی است که پس از دو هفته پیغام و پسخام و در حالی که بسیاری انتظار داشتند حسن روحانی در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل با باراک اوباما همتای آمریکایی خود دیدار داشته باشد و قفل روابط مستقیم دو کشور شکسته شود، این دیدار انجام نشد. از آقای کشتگر همچنین از دلایل احتمالی عدم این دیدار پرسیدیم. به نظر من خب در مورد آمریکا این آقای اوباما هست که تصمیم میگیره و آقای اوباما حاضر بودن که با آقای روحانی ملاقات کنن، اما در مورد ایران آقای روحانی نبودن که تصمیم میگرفتن، بلکه آقای خامنه‌ای تصمیم میگرفتن و از راه دور ایشون بودن که نظارت میکردن و آقای خامنه‌ای حتی اجازه، نه تنها اجازه ملاقات به آقای روحانی ندادن که ایشون با اوباما ملاقات بکنه، بلکه حتی اجازه فشردن دست ایشون هم بهش ندادن و شب قبل از صحبت‌های آقای روحانی، اگر شما کیهان دیده باشین که در واقع کیهان رسانه ایست که نظرات رسمی آقای خامنه‌ای رو منعکس میکنه، اعلام کرده بود که نبایستی دست پاک رئیس جمهور ما در دست‌های چدنی یه جنایتکاری مثل آقای اوباما باشه. وقتی که چنین صحبته هست و همچنان در واقع آقای خامنه‌ای اجازه نمیده، این در عرصه بین‌المللی هم رئیس جمهور تضعیف میشه. دیگه همه متوجه میشن که این که آقای روحانی میگوید در تلویزیون ها و یا در رسانه های آمریکا که من اختیار تام برای حل مسائل هسته‌ای دارم، چنین نیست. وقتی ایشون حتی اجازه ملاقات هم نداره، اجازه دست دادن به آقای اوباما هم بایسته از جانب رهبر داشته باشه و اگر نه حق چنین کاری نداره، و به همین دلیل هم در مهمانی نهار آقای بانکیمون هم نمیتونه شرکت، مهمانی شام آقای بانکیمون هم نمیتونن شرکت کنن، خب طبیعی است که وقت جدی گرفته نمیشن در ملاقات بعدی و بعد همه به این نتیجه میرسن که ایشون اختیار کامل نداره و این طبیعتا مردم ایران هم از ایشون تا اندازه نومید میکنه. مردم به ایشون رأی داده بودن که در واقع ایشون بتونه استقلال عملی داشته باشه و برخورد بکنه و شجاعانه جلو بره تا بتونه مسئله تحریم ها رو حل بکنه، یعنی مسئله هسته ای رو شفاف کنن تا تحریم ها که در کمر مردم ایران رو میشکنه از بین ببره. ولی خب دیدیم که آقای روحانی اجازه ملاقات پیدا نکردن. نظرات علی کشتگر، تحلیلگر و فعال سیاسی را درباره سخنان رؤسای جمهور ایران و آمریکا در نشست مجمع عمومی سازمان ملل شنیدیم. و حالا اخبار کارگری امروز. عبدالله رئیسی، یک فعال کارگری در شهر کرد: 80% واحدهای تولیدی چهارمحال بختیاری ظرف 8 سال گذشته تعطیل شدند. دبیر خانه کارگر استان مازندران: 5000 کارگر بازنشسته صنعت فولاد سوادکوه در 4 ماه گذشته مستمری دریافت نکردند. دبیر اجرایی خانه کارگر استان همدان: هنوز دستمزد غیرقانونی سال گذشته جبران نشده است. رئیس اتحادیه کیف و کفش چرم: تولید کیف و کفش چرم در کشور 40% کاهش داشته است. سخنان حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل همونطور که انتظار می رفت واکنش هایی را به هم به دنبال داشته. واکنش هایی که می توان آنها را در دو سر یک طیف قرار داد: مثبت و منفی. وزیر خارجه آلمان از سخنرانی آقای روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل استقبال کرده و آن را امیدوار کننده دانسته. گیدو وسروله در گفتگو با روزنامه ولت ام سونتاگ گفته این سخنان میتواند حرکتی نو را در گفتگوهای دشوار اتمی رقم بزند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اما سخنان روحانی را طعنه آمیز خوانده، کسی که البته یک پای ثابت نقد حکومت ایران و دولت روحانی است. او چند روز پیش نیز سخنان و اظهار نظرهای اخیر رئیس جمهور ایران را تلاشی برای فریب دنیا دانسته بود. پیش از این
پیش از سخنرانی حسن روحانی، سناتور جان مک‌کین، کلی آیوت و لینزی گراهام که هر سه از هواداران سختگیری علیه ایران هستند، در بیانیه‌ای به دولت اوباما هشدار داده بودند که کلمات دوستانه کافی نیست و او باید با چشم باز به رویکرد دیپلماتیک اخیر بین ایران و آمریکا بپردازد. سخنان آقای روحانی علاوه بر اظهار نظر مقام‌های کشورهای مختلف، بازتاب‌هایی هم در رسانه‌های خارجی داشته. همکارم علی شیرازی اینجا در استودیو با ماست تا درباره این بازتاب‌ها برای ما بگوید. علی، رسانه‌های مختلفی با پوشش سخنان آقای روحانی تحلیل‌های متفاوتی رو در این باره ارائه کردند. این رسانه‌ها در واقع چه رسانه‌هایی بودند و نظرشون درباره سخنان آقای روحانی چی بوده؟ بله، اکثر خبرگزاری‌های بزرگ و روزنامه‌های بزرگ دنیا نسبت به این سخنان واکنش نشون داده بودند. از جمله خبرگزاری اسوسییتد پرس خبر داد که آقای روحانی در سخنرانیش بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران تاکید کرده و گفته این امر همیشه هدف جمهوری اسلامی ایران بوده و از این به بعد هم خواهد بود. این خبرگزاری همچنین گفته که آقای روحانی تاکید کرده که اگر قدرت‌های جهانی حق ایران را برای داشتن برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای به رسمیت بشناسند، ایران آمادگی اون رو داره که اعتمادسازی متقابل بکنه. خبرگزاری رویترز هم در خبری نوشت که حسن روحانی ابراز امیدواری کرده که باراک اوباما تحت تأثیر گروه فشار جنگ طلب داخل آمریکا قرار نگیره و امیدواره که صدای منسجم را از داخل آمریکا بشنوه. این خبرگزاری همچنین در ادامه نوشته که آقای روحانی گفته که به دنبال افزایش تنش‌ها با آمریکا نیستم. خبرگزاری رویترز در انتها گفته اگرچه که سخنان آقای روحانی با اظهارات ضد غربی که محمود احمدی نژاد پیشتر در سازمان ملل میکرد تفاوت داشت، اما در نهایت رئیس جمهور جدید ایران هم پیامی برای مصالحه پیشنهاد نداد و موضع تهران در مورد مواضع هسته‌ای و تسلیحات هسته‌ای را مجددا تکرار کرد. خبرگزاری یونایتد پرس هم نوشت که حسن روحانی اعلام کرد برای تعامل و گفتگو درباره برنامه هسته‌ایش با شفافیت کامل آمادگی داره. این خبرگزاری نوشت که اظهارات روحانی در این نشست به اندازه اظهارات آقای محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین مناقشه برانگیز نبود. همچنین این خبرگزاری نوشت که آقای روحانی نه تنها هولوکاست را انکار نکرد، بلکه با خوندن قسمت‌هایی از تورات و قرآن گفتش که با آینده خوشبین هست. خبرگزاری اسکای نیوز هم در گزارشی نوشت که رئیس جمهور ایران با وجود دیدار نکردن با رئیس جمهور آمریکا گفت که آماده است تا در مورد برنامه هسته‌ایش با جهان گفتگو کنه. این خبرگزاری نوشت که آقای روحانی خواستار آغاز گفتگوها برای اعتمادسازی متقابل شد و در این حال هشدار داد که جامعه بین‌المللی برای حق ایران را برای غنی‌سازی در داخل خاک کشورش با اهداف صلح‌آمیز بپذیره. این خبرگزاری از قول اوباما نوشت که از اقدامات دیپلماتیک اخیر همتای ایرانیش استقبالی محتاطانه خواهد کرد. شبکه خبری بی بی سی هم نوشت که آقای روحانی در سخنرانیش از استفاده از تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران انتقاد کرد و اون را اقداماتی تنبیهی مشابه آنچه قبلا در زمان صدام حسین بر عراق تحمیل شده بود دونست. همچنین شبکه خبری ABC نیوز نوشت که حسن روحانی تاکید کرد که تسلیحات هسته‌ای جایگاهی در امنیت ایران نداره و او آماده است که برای رفع اختلافات کشورش با آمریکا به یک چهارچوب کلی دست پیدا کنه. در همین حال مقامات آمریکایی تاکید کردند که هر گونه دیداری که بین حسن روحانی و اوباما قبلا پیش بینی میشد که صورت بگیره انجام نشد و مقامات ایرانی در این باره گفتن که این موضوع برای ایران بسیار پیچیده است و به راحتی نمیشه که این کار انجام داد. در پایان هم روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی نوشت که سالهای گذشته بسیاری از دیپلمات‌ها هنگام سخنرانی محمود احمدی نژاد سالن رو ترک میکردن، اما این اتفاق در سخنرانی آقای حسن روحانی نیفتاد. متشکرم. روزنامه کیهان امروز با اختصاص تیتر یک خود به 68مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد نوشته اوباما علیه ایران باز هم لاف گزاف زد. در این مطلب سخنان رئیس جمهوری آمریکا در قبال ایران مزدورانه تعبیر شده و به بخش تصدیق می‌کنم مزورانه تعبیر شده و آمده است که این سخنان بار دیگر رویکرد دوگانه آمریکا را در قبال جمهوری اسلامی به نمایش گذاشته.
رویکرد باراک اوباما در قبال ایران در سخنرانی دیروز او در نشست مجمع عمومی سازمان ملل اظهار نظر برخی مسئولان کشور را هم به دنبال داشته که جزئیات بیشتر اون رو از علی شیرازی میپرسیم. علی، واکنش‌های داخلی نسبت به در واقع سخنان آقای اوباما چه بوده؟ بله، همونجور که شما گفتی هم رسانه ها هم شخصیت های داخل کشور نسبت به صحبت های آقای اوباما واکنش نشون دادن. از جمله آقای مرتضی سرمدی معاون وزیر امور خارجه گفته که اگر 5+1 حقوق هسته ایران رو در چهارچوب NPT به رسمیت بشناسه، امکان رسیدن به یک راه حل فوری وجود داره. غلامعلی حداد آدر نماینده تهران در مجلس هم گفته سخنرانی اوباما لحن متفاوتی داشت و تفاوت در اظهار نظر مقام‌های آمریکایی حکایت از این داره که تغییری در نگاه مسئولان آمریکایی به وجود اومده. او با بیان اینکه ریشه تغییر نگاه مقامات آمریکایی مقاومت و اقتدار ملت ایران و همچنین حق طلبی نظام جمهوری اسلامی بوده، گفته که احتمال باز شدن باب جدیدی در مسئله هسته‌ای با این رویکرد آمریکایی‌ها وجود داره. همچنین علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم اظهار تمایل اوباما برای حل و فصل مناقشات اتمی با ایران و مناسبات با ایران را ناشی از تغییر رویکرد غرب نسبت به ایران دونسته و اون گفته که هرچه فضای گفتگو ایران با غرب مثبت‌تر از گذشته باشه، به طور حتمی مذاکرات آسان‌تر خواهد بود. مهدی صنایعی نماینده اسدآباد در مجلس هم گفته صحبت‌های اوباما بسیار منعطف‌تر از پیش بود و ذکر فتوای رهبر جمهوری اسلامی در مورد بمب اتمی و سلاح اتمی هم نشون داد که اوباما داره طرف ایرانی را میفهمه و همین که از هیچ گونه زبان زور و تعرضی نسبت به ایران استفاده نکرد حائز اهمیت بود و گامی مثبت. او صحبت‌های نرم و منعطف رئیس جمهور آمریکا درباره پرونده هسته‌ای ایران رو یک گام بزرگ و موفقیت‌آمیز برای سیاست خارجی ایران دونست. در همین حال کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس هم اظهار عقیده کرده که اگر صحبت‌های اوباما در مجمع عمومی سازمان ملل در مورد ایران صادقانه باشه و درک درستی از قدرت ایران در منطقه در میان سیاستمداران آمریکا حاکم شده که این میتونه زمینه حل و فصل مشکلات بین دو کشور و غرب رو به وجود بیاره. کاظم جلالی همچنین افزوده که باید مشخص بشه که این حرفا صرفاً دستکش مخملی هست که بر روی مشت چدنی کشیده شده یا بالعکس. آقای رحیم صفوی مشاور رهبر جمهوری اسلامی هم گفته که معتقد آمریکا به طور محسوس یک نوع نرمش و عقب نشینی رو در مقابل ایران انتخاب کرده و این باعث میشه که ایران در موضع طلبکارانه از واشنگتن قرار بگیره. اما اظهارات باراک اوباما در روزنامه‌های اصولگرا هم هر کدوم به گونه‌ای بازتاب داشت. روزنامه کیهان رو شما گفتید، من یکی دو تا روزنامه دیگر رو تیتراشون نوشتم. از جمله روزنامه جوان گفته که مقاومت انقلابی اوباما را در مقابل رهبر و ملت ایران خاضع کرد. روزنامه رسالت از قول آقای اوباما این قسمت رو تیتر کرده که فتوای رهبر ایران میتواند مبنای دستیابی به راه حل باشد و روزنامه جمهوری اسلامی هم این قسمت از صحبت‌های آقای اوباما رو تیتر کرده که آمریکا به دنبال تغییر رژیم در ایران نیست. ممنون از اینکه همراه ما بودید. با علی شیرازی بودیم در استدیو و حالا سری می‌زنیم به آن سوی میله‌های زندان. سید احمد رونقی ملکی، پدر حسین رونقی، وبلاگ نویس زندانی، در دو حکم جداگانه به بازرسی دادسرای عمومی و انقلاب و همچنین دادگستری تبریز احضار شد. سعید نعیمی، عضو شورای سیاستگذاری سازمان دانش آموختگان ایران، برای اجرای حکم یک سال حبس به زندان تبریز منتقل شد. آرش مقدم اسلامپور، فعال فرهنگی محبوس در بند 350 زندان اوین، با وجود صدور وثیقه همچنان در بلا تکلیفی به سر می‌برد. بهنام چگینی، از فعالان حقوق بشر و عضو ستاد انتخاباتی حسن روحانی در عراق، هفته گذشته بازداشت شد. با وجود پایان دوره حبس 4 ساله محمد رضا مقیسه، مسئول کمیته پیگیری قربانیان حوادث انتخابات 1388 ستاد میرحسین موسوی، او همچنان در زندان به سر می‌برد. بازرسان سازمان ملل برای بررسی اتهام کاربرد تسلیحات شیمیایی در نقاط مختلف سوریه امروز وارد آن کشور شدند.
آنطور که منابع سازمان ملل تایید کردند، نقاط مورد بازدید بازرسان در مأموریت جدید در نزدیکی شهرهای حلب، حمص و دمشق واقع شده و مأموریت بازرسان همانند مأموریت قبلی صرفاً شامل تشخیص کاربرد تسلیحات شیمیایی است و تعیین مسئول چنین اقدامی در دستور کار آنان قرار ندارد. گفته می شود که در جریان جنگ داخلی سوریه، مواد شیمیایی دست کم در 18 نقطه دیگر مورد استفاده قرار گرفته، در حالی که هم دولت و هم مخالفان دولت یکدیگر را مسئول این حملات قلمداد کردند. بازرسان سازمان ملل پیشتر گزارش خود از حمله شیمیایی به یکی از مناطق نزدیک پایتخت سوریه را که در روز 21 ماه اوت روی داد به دبیرکل سازمان ملل ارائه داده بودند. کمتر از یک ماه پیش مناطقی در حومه دمشق هدف حمله شیمیایی قرار گرفتند. در این حمله بیش از 1400 نفر کشته شدند. 13 گروه جهادی سوریه اعلام کردند که شورای ائتلاف ملی سوریه را به رسمیت نمی‌شناسند. گروه‌های جهادی سوریه به رهبری جبهه النصره مرتبط با القاعده طی بیانیه‌ای اعلام کرده‌اند شورای ائتلاف ملی سوریه را به عنوان نماینده خود قبول ندارند. به گزارش اسوسییتد پرس، این بیانیه نشانه دیگری بر عدم اتحاد میان گروه‌های مخالف حکومت بشار اسد است. این 13 گروه از مخالفان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه خواستند همگی تحت لوای اسلام گرد هم آیند. مخالفان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه بیش از 2.5 سال است که علیه او می‌جنگند. در همین حال بر اساس خبرهای منتشر شده روز گذشته جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و سرگئی لاوروف همتای روسی او در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک دیدار کردند. دیداری که محور آن تهیه پیشنویس قطعنامه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل در مورد سوریه است. با آنکه پیشتر در رسانه‌ها منتشر شده بود که آمریکا و روسیه بر سر چگونگی تهیه این پیشنویس اختلاف نظر دارند، اما سرگئی لاوروف این ملاقات را ثمربخش توصیف کرده. دو طرف هنوز در مورد محتوای قطعنامه شورای امنیت به توافق دست نیافتند. و حالا یک جمله یک خبر. محمد حسن رحیمیان تولیت مسجد جمکران: با سینما و پارک به جایی نمی رسیم. محمد تقی مصباح یزدی عضو مجلس خبرگان رهبری: مسئولان بیش از تحریم ها دغدغه دین داشته باشند. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت ایران اظهارات ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی را در مورد حفظ نرخ بالای ارز تکذیب کرد. روز گذشته آقای سیف با اشاره به کاهش بهای دلار به زیر 3000 تومان در بازار آزاد گفته بود که بانک مرکزی اجازه کاهش بیش از میزان فعلی را به نرخ دلار در بازار آزاد نخواهد داد. حالا آقای نوبخت گفته این سخنان به معنای آن نیست که دولت خواهان افزایش قیمت ارز است. نگرانی از کاهش بهای دلار در میان دولت مردان اقتصادی کشور در حالی شکل گرفته که بهای ارز در هفته‌های اخیر تحت تأثیر مذاکره احتمالی بین رؤسای جمهور ایران و غرب در سراشیبی قرار گرفته بود. سراشیبی که البته دیری نپایید. آنطور که همکارم در گزارشش میگوید امروز و پس از سخنرانی شب گذشته حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل قیمت دلار باز هم در بازار رو به افزایش گذاشت. گویی آن روزهای پرتلاطم بازار ارز و طلای ایران به پایان نزدیک میشود. بازاری که در طول 8 سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد شاهد تغییر و نوسانات شگفتی بود. تا آنجا که واکنش متفاوت مسئولان نظام را در پی داشت و جامعه رفتن ارز تکنرخی و آمدن ارز دولتی یا نرخ شناور را نظاره می کرد. تحولاتی که همه ناشی از فضای پرتنش میان غرب و ایران بود. با انتخاب حسن روحانی اما بار دیگر شاهد بازگشت نسبی آرامش به بازار ارز و طلای ایران بودیم. این روزها می توان گفت که تغییرات بازار ارز و طلا به شدت تحت تأثیر رخدادهای سیاسی و سفر آقای روحانی به نیویورک قرار گرفته است. سفری که حدس و گمانهای سیاسی برای باز شدن درهای گفتگو میان غرب و ایران را به شدت افزایش داده است.
اما امروز بازار ارز تهران با سخنرانی شب گذشته رئیس جمهور ایران بار دیگر سیر صعودی به خود گرفت و دلار در بازار تهران به قیمت 3120 تومان افزایش یافت. این در حالی است که همزمان با سفر حسن روحانی به نیویورک قیمت دلار در بازار ایران به زیر 3000 تومان رسیده بود، نرخی که کمترین قیمت دلار در 10 ماه اخیر بوده است. قیمت دیگر ارزهای خارجی نیز روند نزولی مشابهی داشته است. قیمت سکه بهار آزادی هم با کاهش به زیر 1 میلیون تومان رسیده بود که خود به شک و شبهه‌های فراوانی در این بازار دامن زد. در این میان اما ولی‌الله سیف رئیس بانک مرکزی گفت که دولت کارگروه‌هایی را برای رفع ابهامات اعتباری و ارزی تشکیل داده است. گویا حالا همه به تلویزیون‌ها و رسانه‌های خبری زل زده‌اند تا ببینند سفر اخیر رئیس جمهور ایران چه تأثیری بر بازار و اقتصاد ایران و جهان خواهد داشت. با این خوشبینی به وجود آمده در اقتصاد ایران، آیا تحولات اخیر بازار ارز و سکه در ایران کاذب و مقطعی است؟ آیا دولت جدید ابتکار عمل را در کنترل و آرامش بازار ارز در دست خواهد گرفت؟ و سرانجام آیا شاهد کاهش روزافزون قیمت ارز و سکه در ایران خواهیم بود یا نه؟ پرسش هایی که برای یافتن پاسخ آنها باید اندکی صبر کرد. محمد حسینی، تلویزیون رها. و حالا جزئیات بیشتر نرخ سکه و ارز در بازار امروز تهران. امروز دلار با 1850 ریال افزایش نسبت به روز سه‌شنبه در بازار تهران 31200 ریال فروخته شد. پوند با 2100 ریال افزایش 49400 ریال به فروش رفت. نرخ فروش یورو نیز با 2200 ریال افزایش نسبت به روز گذشته 41700 ریال. سکه بهار آزادی طرح جدید هم با 530 هزار ریال افزایش نسبت به روز سه‌شنبه 9 میلیون و 800 ریال در بازار تهران معامله شد. ممنون از اینکه با این بخش خبری همراه ما بودید. شب روزتان خوش و خدا نگهدار.